Crashes like this do not happen by accident. US shot the plane down in order to start a war in the Middle East. Russia's federal news agency RIA announced that the Ukrainian plane was shot down by an American drone. Another Tsargrad article, Layrex.ua, wrote that the Ukrainian airliner could have been shot down by a missile launched by an American drone, by the MQ-1 Predator UAV drone found in the vicinity of Tehran, a drone that is only used by the United States military. محمد مصطفی فر، افسر متخصص پدافند هوایی ایران، در زمان جنگ ایران و عراق بود. او صاحب رکورد ساقط کردن بیش از 100 هواپیمای جنگی عراق طی 8 سال نبرد ایران و عراق است. در ارتش ایران به محمد مصطفی فر لقب نابغه عملیات شناسایی هواپیماها و موشکهای عراقی داده بودند. توضیح داده شده که او چگونه از صدای موتور هواپیما یا از روی تعداد شلیک موشک‌ها مدل جنگنده‌های عراقی را تشخیص می‌داد. آن روز ما مشغول آماده کردن یک قسمت بودیم، آخرین مراحل تست را می‌گذراندیم که وارد سیستم کنیم. ساعت حدود 2 بعد از ظهر بود و ما در حال انجام تست بودیم که ناگهان تقی زاهدیان که از استادها بود از کنار سکوی پرتاب موشک داد زد میگه عراقی. من بر اوضاع مشرف بودم و داشتم کارها را هماهنگ میکردم. رسول طارمی هم پشت دستگاه نشسته بود و میتوانست شلیک کند. این صدا که آمد رادار را نگاه کردم و دیدم در مرکز صفحه رادار حدود 2 یا 3 کیلومتری یک هدف در حال حرکت است. به رسول طارمی خبر دادم، فهمیدم میگه عراقی است که از روی سایت در حال گذر است. بخش اول کار را رها کردم و به بخش دوم چسبیدم. افسر مسئول هاگ مادر هم داشت با رادار مادر تماس می گرفت که بگوید هواپیما به بالای سر ما و به سرعت هدست را از طارمی گرفتم و گذاشتم روی سر خودم و جایش نشستم. رادار را چرخاندم سمت هواپیما که صدای موتور هواپیما را گرفتم و لاک کردم و من هم رفتم روی هدف، اما نمی توانستیم اجازه شلیک را از رادار مادر بگیریم. این ناهماهنگی ها باعث می شد اجازه شلیک را به ما ندهند. هواپیما حالا حدود 12 کیلومتر جلو رفته بود و ما هنوز شلیک نکردیم. من روی رادار 3 هواپیما داشتم، 2 سمت کوههای بیبی شهربانو و 1 هواپیما هم سر گردنه خاوران که مسیرش را تغییر می داد. من لاک را حفظ کردم ولی اجازه شلیک نداشتم. همه اینها در شرایطی بود که هواپیماها دور می شدند و من لحظه به لحظه زمان طلایی را از دست می دادم. بچه ها هرچی با رادار مادر تماس می گرفتن توضیح می دادن، جوابی نمی گرفتن. تا اینکه وقتی هواپیما به 12 کیلومتری رسید اجازه شلیک صادر شد و من موشک را شلیک کردم. هواپیما دقیقا در آخرین خط رادار من بود و موشک پرواز کرد. هواپیما برای اینکه از دید رادار دور شود در ارتفاع پشت پرواز می کرد. بعد از گردنه خاوران انقدر ارتفاع کم کرده بود که سطح سایت هم پایین تر رسید. سایت ما روی ارتفاعات قرار داشت. هواپیما داشت به سمت عراق میرفت. و طبق برنامه سیستم هاگ باز هم این موشک باید از بالا روی سر هواپیما فرود میاد. حس میکردم هواپیما از دست من فرار کرده. با دقت به صدای موتور هواپیمای عراقی گوش میدادم که ناگهان صدای آنتن رادار با صدای هواپیمای دیگری قاطی شد. سعی می کردم از طریق هدست صدای انفجار را بشنوم. اصل مطلب و اتفاق بزرگ اما بعد از این است. در این هول و هراس بودیم که آن هواپیما از دست ما فرار کرده یا نه، که رادار مادر کرج به هر دلیلی که من نمی دانم چه بود گفت هر چه در هوا می بینید بزنید. من با دیدن هواپیمای جدید که از قبل صدایش در رادار شنیده شده بود سر رادارم را چرخاندم سمت هواپیما. به سرعت زامن آزاد شد و موشک را شلیک کرد. تازه صدای موتور هواپیما را در گوشیم شنیدم. تم صدا با صدای هواپیما قبلی فرق داشت. صدای این هواپیما به من می گفت که من جت نیستم. همه این اتفاقات در کمتر از 2 دقیقه اتفاق افتاد. بعد از شلیک موشک 7-8 فاکتور از ذهنم عبور کرد. عاملش هم صدای متفاوت موتور هواپیما بود. متوجه شدم که صدایی که میشنوم صدای موتور ملخی یک هواپیماست که به سمت ورامین فرار میکند. اگر این جنگنده عراقی بود نباید به سمت ورامین میرفت، بلکه باید به سمت
عراق برمی‌داشت. دیگر اینکه سرعت هواپیما روی رادار 450 کیلومتر در ساعت، در حالی که هواپیماهای دشمن زیر 1000 کیلومتر حرکت نمی‌کنند. فاکتور بعدی اینکه درشتی هدف در صفحه رادار برایم عجیب به نظر می‌رسید. یک میگ عراقی نمی‌توانست این حد بزرگ حجم باشد. ناگهان فریاد زدم این هواپیمای 330 خودمان است. می‌خواهم موشک را دیسترو یا خودکشی کنم. این فریاد من همه را ساکت کرد. یک افسر در اتاق عملیات بود که به گمانم اسمش صدفان رحمت بود یا شاید صدفان حجاریان. یادم از او گفت که از قاسم مقدم چند دقیقه پیش شنیده یک هواپیمای 330 را دیده که سمت تهران می‌آید. دستم روی دکمه بود. وقتی حرفش را شنیدم با اطمینان دکمه را زدم. موشک در هوا منفجر شد. بچه های پرسنل سایت که بیرون بودن دوان دوان آمدن و پرسیدن محمد زدی یا نه؟ گفتم دیسترای کردم. گفتن با کدام دستور چنین غلطی کردی؟ گفتم به تشخیص خودم. همین مکالمات بین افسران رادار مادر و افسر بی سی سی رد و بدل شد. آنها هم داد و بیداد میکردن که چه کسی دستور داد. در آن شرایط بحرانی میشنیدم که میگفتن مچ یک خائن را گرفتن. بدون آنکه بفهمم به دژبانی سایت 4 دستور دادن که این آدم حق بیرون رفتن ندارد. یعنی من غیر رسمی بازداشت شده بودم اما خبر هم نداشتم. آن هواپیما هم دیگر از برد ما خارج شده بود و امکان لاک دوباره وجود نداشت. تصمیم من در 40 یا 50 ثانیه اتفاق افتاد. اما ساعت 8 شب همه چیز تغییر کرد. آن هواپیما که از موشک ما نجات پیدا کرده بود رفت و در فرودگاه اصفهان نشست. خلبان آن همه چیز را توضیح داد. گفته بود که فهمیدم یک موشک از سایت 4 به سمت ما شلیک شد ولی در نزدیکی هواپیما خودکشی کرد. آن وقت همه فهمیدند که تصمیم من درست بود. از من به صورت حضوری و تلفنی قدردانی شد. صبح روز بعد حجت الاسلام معادی خواه که در آن زمان نماینده مجلس بود با یک سرهنگ که فکر کنم سرهنگ افشار فرمانده پدافند هوایی بود سراغ من آمد. سرهنگ درجه‌ام را پرسید. گفتم گروهبانی کم. گفت از همین الان درجه استواری را بزن. گفتم اگر دیشب نمیتوانستم ثابت کنم و قبل از اعتراف خلبان مرا اعدام میکردید چه؟ روز بعد درجه دادند و تشکر کردند. گفتند تعدادی از مسئولین رده بالای نظام و بیش از 20 نماینده عالی رتبه مجلس در هواپیما بودند. گویا هواپیما از جنوب می آمد و وقتی متوجه درگیری هوایی در آسمان تهران شد اجازه فرود نگرفت و به سمت اصفهان دور زد. در این شرایط به من دستور دادند که یک موشک سمتش شلیک کنم. مهمترین مسافر آن پرواز آیت الله خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران بود. هرگز مشخص نشد چرا پدافند مادر دستور حمله و آتش به هواپیمای مسافربری 330 را داد. اما مشخصاً تصمیم شخصی محمد مصطفی فر در خودکشی موشک جان سران آینده نظام را نجات داد. داستان قرار داشتن آیت الله خامنه‌ای از کتاب شلیک به آسمان حذف شد. ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه. این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن. این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره. یعنی منتها تو اون شرایط ظاهرا سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده. متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.